بسم الله الرحمن الرحیم ما در درس نهم تجوید قرار داریم از درس اول الى هشتم ما راجع به مخارج حروف و بعضی موضوعات او صحبت کردیم در این قسمت ما میخواهیم که یک امتحان کوتاه ارزیابی مخارج بگذاریم که ببینیم که تا چی اندازه شما سوالات جواب داده میتونین و اگر سوالات جواب دادین الحمدلله در سار اما تعقیب کردین و اگر سوالات جواب داده نتونستین لطفا دوباره درس اول الى هشتمه تعقیب کنین جواب سوالات در بین ازمی کلپ ها پیدا میکنیم من سوال ها رو روخانی میکنم و جوابش برای شما باز میمانم که شما جوابش پیدا کنیم. سوال اول فرق بین ترتیل و تجوید در چیست؟ سوال دوم در تولید صدا، هوا از شش ها، تارهای صوتی در هنجره و مخارج حروف از موازه مختلف رول دارد. چند مواضع مخارج حروف عربی را می دانید و نام بگیرید سوال سوم یک جمله بسیار معمول است که حق حرف و مستحق حرف داده شود حق حروف چیست و مستحق حروف چیست سوال چهارم اگر در نماز یک کلمه از سوره فاتحه را بخوانیم که مخرج آن صحیح صحیح ادا نشود و یا در ولابالین بدون مد در تیز بخوانیم و زبان ما در دهن مستقیم بالا و پایین شود کدام لحن واقع می شود آیا نماز صحیح است یا نه و سوال پنجم در حرکات حروف فتحه دمه کسره فتحه مثل علف حرکت داره واو مس دمه مثل واو حرکت داره و کسره کدام حرف است این مطلبی است که کسره به کدام حرف حرکت داره و حروف ب میم نون را در کسره تلفظ نماید امید است که این سوالات برتان واضح شده باشه و این سوالات یک بار شما سرش کوشش کنین باز انشاءالله اگر جواب سوالات نیافتین باز ما انشالله در یک کلپ در آینده کوشش میکنم که جواب از سوالات آماده کنم السلام علیکم و رحمت <applause> الله <applause> و برکاته